الرحمن الرحیم. فاصله چندانی از عید فطر نگرفته ایم، لذا باز هم فریضه می دانم که به دوستان گرامیمون بابت این عید مبارک تبریک عرض کنم. باری از دوستان عزیز رو به این مناسبت دیدیم و پاره‌ای رو هم ندیدیم و اینک که توفیق دیدار پیدا می شود، واجب است که ادای وظیفه بشود. امیدوارم که لبها که بسته شد به خاطر روزه دیده ها گشوده شود و رنجی که برده شد در پاداش گنجی به دست آمده باشد. در اخلاق نزد مولانا سخن می گفتیم. نوبت قبل در مسئله نفس و کشتن نفس سخن گفتم. اشاره کردم که از نظر بزرگانی چون مولوی، نفس آدمی مایه همه شرور است و بلکه همزاد و هم نژاد و هم ریشه با شیطان است. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. اینها دو موجودند، دو شاخند که از یک بن روییدند، اما دو چهره و دو صورت به خود گرفتند. بلذا وقتی یکی امر به فساد و سوء می کند، گویی که دیگری است که در گوش آدمی می خواند و او را وسوسه می کند. مبسوطاً توضیح دادم که کدام مرتبه از مراتب نفس مورد نظر این بزرگان بوده است و چگونه نفس آدمی واجد مقامات و مراتب مختلف می شود، در مرتبه‌ای هم نشین و بلکه هم زاد با شیطان است به تعبیر مولانا، و در مراتبی فراتر از آنها قرار می گیرد و هم نشین خداوند می شود. چنان که در قرآن آمده است که نفس مطمئنه وارد بهشت خداوند می شود و در کنار بندگان ویژه او می نشیند و در زمره خاصان حق در می آید. تعبیر کشتن نفس که نزد مولوی و پاره از عارفان دیگر یافت می شود، آزمودیم که تعبیر مناسبی نیست و حتی در ادبیات دینی و در متون اسلامی ریشه‌ای و سابقه قویی ندارد. اما با تأثر و اقتباسی که عارفان ما از پاره ای از مکاتب صوفیانه راهبانه غیر اسلامی پذیرفته بودند، مفهوم نفس کشی رو وارد عرفان اسلامی کردند. مولوی عیناً تعبیری رو که برای نفس به کار می برد و کشتن او در مورد نماز و عبادات و طاعات تطبیق می کند. چنان که می دانید از نظر احکام فقهی اسلامی، همچنین مسیحی همچنین یهودی، هنگام کشتن حیوانات نام خدا باید بر زبان آورده شود. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، چیزی که نام خدا هنگام ذبح او برده نشده است اون رو نخورید. مولوی با بیان این حرف در حقیقت به ما یادآوری می کند که اون جانوری که ذبح او و کشتن او از همه جانوران دیگر واجبتر و لازمتر است، همان نفس آدمی است. می گوید وقت ذبح الله اکبر می کنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی معنی تکبیر این است، یعنی
که خدا ما پیش تو قربان شدیم. میگوید نماز خواندن، نام خدا بردن، الله اکبر گفتن، بسم الله گفتن یک نمونه از یک ذبح و قربانی کردن عالی تری است. هنگام ذبح حیوانات الله اکبر میگویند، نام خدا رو میبرند. در نماز هم وقتی که الله اکبر میگویی به یاد داشته باش، به خاطر بسپار، چنین بفهم که الله اکبر را میگویی تا نفس را سر ببری. چنین تفسیر نمادینی از نماز و از اذکار نماز میکند. در این که این تعبیر چنان که مکررن گفتن تعبیر رسایی نیست و غلیظ‌تر از آن است که مورد پذیرش وجدان اخلاقی باشد، حرفی نیست، اما عارفان ما اون رو به کار گرفتند. در این نوبت میخواهم همون بحث رو بست بدهم و بدون اینکه به کشتن نفس اشاره مجددی داشته باشم، میخواهم توضیح بدهم که کدام پاره از نفس و به کدام دلیل مستوجب کشتن از ناحیه عارفان بوده است و چراست که شخص اخلاقی در اولین قدم میباید به این مهم بپردازد و در نفس و در جغرافیای درونی او بگردد و ببیند که کدام عنصرها هستند که باید ذبح شوند، باید دفع شوند، باید به جای خود بنشینند تا آدمی را آسوده بگذارند و زیستن یک زندگی اخلاقی رو بر او میسرتر کنند. مولوی در استفاده نمادین از آداب و مناسک دینی و هم از داستانهای دینی استادی خاصی داشته است. نمونه اون رو در باب نماز و معنای الله اکبر و کشتن نفس گفتم. داستان فرعون و موسی و قارون که از داستانهایی است که وسیعا در ادبیات دینی مورد استفاده بوده، برای مولوی هم گویایی و گیرایی بسیار داشته و از درون او نکته های بسیار استخراج کرده است. به طور کلی از نظر مولانا همه این داستان ها رو وقتی که میخوانیم باید اونها رو در حیطه نفس خودمان پیاده کنیم. این یک فرمول کلی است. وقتی که شما داستان پیامبر رو میخوانید، داستان دشمنان او رو میخوانید، داستان موسی رو میخوانید، فرعون رو میخوانید، شیطان رو میخوانید، هر کدام اینها رو که میخوانید از یک جهت میتوانید برای اونها یک وجود و وقوع خارجی در نظر بگیرید. شیطانی بوده است، موسی بوده است، فرعونی بوده است، مصری بوده است، کنعانی بوده است، بنی اسرائیلی بودند و غیره. جنبه تاریخی اونها رو بنگرید و بفهمید. ولی از اونجا که نگاه عارفانه معطوف به نمادین دیدن حوادث است، یعنی اونها رو رمزی و سیمبولیک میبیند و مایل است که از درون اونها معانی غیر مورخانه‌ای استخراج کند و تعلق خاطر او به این حوادث تعلق خاطر مورخانه نیست، مولوی میکوشد تا اون معانی دیگر را هم به ما یادآوری کند، بیاموزاند و نکته های اونها رو مورد اشارت و تلقین قرار بدهد. میگوید که وقتی که تو داستان موسی و فرعون رو میشنوی، ذکر موسی بند خاطرها شده است، که این اشارت هاست که پیشین بوده است. قصه موسی برای آدمیان مایه سرگرمی شده. میگویند که داستانی است، حادثه است، وقتی رخ داده و دوران او سر آمده است و ما اگر اون رو میخوانیم برای صرف اشباع کنجکاوی ماست.
ذکر موسی بند خاطرها شده است که این اشارت هاست که پیشین بوده است. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. قصه این است، موسی و فرعون در درون هر یک از ماست. هر کدام ما هم بالقوه موساییم، هم بالقوه فرعونی و هم بالقوه واجد موسی و فرعون، هر دو هستیم. این خصومت و نزاع که بین اون دو شخصیت تاریخی در گرفت، بالفعل در درون یکایک ما موجود است و جاری است و باید این صحنه نزاع رو ببینیم و برای او فکری بکنیم. داستان از این قرار است. فقط هم ماجرای موسی و فرعون نیست، همه این ماجراها که چه راست چه دروغ، چه به لحاظ تاریخی حقیقت چه به لحاظ تاریخی افسانه، همه این قصه ها برای ما ذکری دارد، پندی دارد، درسی دارد که اون درس ها رو باید بیرون آورد و استفاده کرد. ای جهت نبوده است که از کلمه فرعون وصف فرعونیت ساخته شده است و به صورت یک صفت مذموم همیشه مورد بحث و بیان بوده است. تفرعون، فرعونیت یعنی صفت استکبار، صفت برتری جویی، زیر بار حق نرفتن، با حقیقت در افتادن، خود رو برتر از اون جایی که هست نشاندن. این صفت با همه این معانی مذموم از لفظ فرعون ساخته شده است، چون فرعون نماد این اوصاف بود، مجسمه این صفات بود. و کدام یکی از ماست که کم یا بیش واجد این گونه صفات و شؤون منفی نباشد؟ کسانی که به داد خود نرسیدن، به فکر خود نبودن و به تربیت خود نپرداختن، کم یا بیش از چنین اوصاف منفی و مذمومی برخوردارند. از اون طرف وجدان اخلاقی آدمی نمیگذارد که برای همیشه سرکشی کند. چکش ها که میزند، ضربه ها که میزند، یاداوری ها که میکند، در حکم همون یاداوری هاست، همون برخورد هاست که موسی با فرعون میکرد و به او میآموخت، به او تعلیم میداد، یاداوری میکرد که دست از تفرعون و استکبار در مقابل حق بردارد. لذا قصه فرعون و موسی تمام نشده است، یک قصه جاری تاریخی است در درون یکایک آدمیانی که به دنیا می آیند و خواهند آمد و همواره باید عاقبت موسی و عاقبت فرعون رو مد نظر داشته باشند. این چنین نیست که فرعونی بوده و آدمی او رو لعنت کند، موسی بوده و امروز او رو آدمی تحسین کند. این کار رو تمام نمی کند، به هیچ وجه تمام نمی کند. دنبال روی از بزرگان یا عبرت گرفتن از تاریخ معناش این است که آدمی اون شخصیت ها رو به درون خود ببرد، درونی کند و اونگاه به حساب اونها برسد و پرونده اونها رو ورق بزند. غزل بسیار لطیفی مولوی دارد در دیوان شمس که لفظاً و معناً غزل پخته و بلیغی است. میگوید که عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن، بیرون کنی حالیا در خود ببینی موسی و هارون خیش. لنگری بر پای خود بستی ز گنج ما سوا، تا فروتر میروی هر روز با قارون خیش. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. بعد از این ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند اون کس که شد بی چون خیش. باد غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افسون خیش، افیون خیش. در این غزل که ابیات بیشتری هم داره ملاحظه میکنید که از چهار شخصیت تاریخی، دینی، اسطوره‌ای به صورت نمادین مورد استفاده، اونها رو به صورت نمادین مورد استفاده قرار داده.
یکی همین فرعون است و دیگری موسی، دیگری هارون، دیگری قارون، دیگری یونس. گر مصر رو میگوید، مصر یعنی اون شهری که فرعون در اون سلطان بود و موسی اونجا رفت تا فرعون رو به عبودیت حق دعوت کند، این مصر همان وجود ماست. در درون ما فرعون است، فرعون منی، منیت، خودخواهی، تکبر. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، حالیا در خود ببینی موسی و هارون خیش. برای اینکه موسی رو ببینی، برای اینکه اون پیامبر وحدت طلب و موحد رو پیدا بکنی، اولین کار این است که خصم او رو باید از حوزه وجود خود بیرون کنی. در اون صورت است که چهره موسی برای تو آشکار و آشنا خواهد شد. بعد از او میگوید که تعلقاتی که تو داری، لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای خیش، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. داستان قارون داستان مشهوری است، در تورات هم آمده است، در قرآن هم آمده است. قارون یکی از دشمنان موسی بود، مرد بسیار پولداری هم بود، فوق العاده ثروتمند، و به نفرین موسی گرفتار شد و با گنج خود، با تمام ثروت‌های خود به زمین فرو رفت. شعرهای حافظ رو به یاد دارید که گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز، خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. حالا گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز، خوانده باشی که هم از غیرت درویشان. اون درویش جناب موسی بود که از غیرت او و از نفرین او و از قهر او قارون با همه گنج خودش فرو رفت. عارفان به ما میگویند که هنوز قارون فروتر میرود، هر روز فروتر میرود. این لنگری، این گنج سنگین، این طلا و جواهر و این مواد معدنی سنگین، فلزاتی که به صورت گنج جمع کرده بود، لنگری شده به پای او، وزنه سنگینی شده به پای او و او رو همچنان بیشتر و بیشتر به پایین میکشن، او رو مدفونتر و مدفونتر میکنن. لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای خیش، تا فروتر میگردی هر روز با قارون خیش. ملاحظه کنید قارون هم در وجود ماست. اون قارون همون تعلقات است، همون گنج هاییست که ما به خیال خود برای خودمون فراهم آورده ایم و هر کدامشون بار سنگینیست، وزنه سنگینیست که بر پای ما و بر وجود ما بسته شده است و شأنشون و نقششون غیر از این نیست که ما را هر روز پایین تر بکشن به زمین و به حیات پست مادی و بسته تر کنن و ما را از پرواز در فضاهای متعالی باز دارن. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت من بودم، گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، تا چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. بعد از این ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. یونس هم از شخصیت های اسطوره‌ای دینی است، کسی که لب دریای رفت و ماهی او رو بلعید و پس از مدتی دوباره از دهان ماهی بیرون آمد و زندگی مجدد خود رو آغاز کرد. مولوی میگوید که اون دریا دریای عشق بود و اون ماهی ماهی عشق بود که یه یونسی رو بلعید. وقتی که بلعید، اون وقت او رو پاکیزه کرد، او رو شستشو کرد، دایگی کرد برای او، تیرگی ها و پلیدی های او رو زدود و بعدن که او رو دوباره بالا آورد به صحرا و به ساحل، این دفعه دیگه او اون یونس پیشین نبود. پاکیزه، منزه و منقا و آماده برای عاشقی کردن. یونسی دید، گفت بعد از این دیگه با ما از چون و از کیفیت حرف نزن. کیفیت و چون و بیچون مال کسانی است که هنوز گرفتار کیفیات هستند. کسی که از سرای کیفیات پاش رو بیرون میگذارد، با او نمیشه گفت حال چطوره. اصلا حال او در چطوره نمی گنجه. بعد از این ما را مگو چونی، از چون دم مزن، چون
شود چونی که بیرون رفت او از چون خیش. خب چون ز چونی دم زند آن کس که شد بیچون خیش. شرح این غزل وقت دیگری میخواد، فقط میخوام اشاره کنم که ببینید این شخصیت ها یکی پس از دیگری در میرسند و مورد استفاده مولانا قرار میگیرند. در مثنوی اونجا مولوی میگوید که آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است، هر یکی از ما بالقوه مثل عصای موسی هستیم، یعنی فرعون شکن، هر یکی از ما بالقوه مثل افسون عیسی هستیم، یعنی حیات بخش، یعنی جان بخش. و بنابراین آدمی اگر درست تربیت شود و از خود استفاده و بهره برداری صحیح بکند، همه این اوصاف بالقوه به فعلیت خواهد رسید، به فعلیت خواهد رسید. تو مبین مر اون عصا را سهل یافت، آن ببین که بحر اخضر را شکافت. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین که از وی گریزان گشت موت. ظاهرش رو نگاه نکن، ظاهر عصا عصا بود، اما باطنش این بود که توانست بحر اخضر رو بشکافه، دریای نیل رو به دو شقه تقسیم کنه و موسی و موسویان از او به سلامت بگذرن. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، نگاه نکن که عیسی چند کلمه به زبان می آورد و مرده ای رو زنده می کرد. آن ببین که از وی گریزان گشت موت. ظاهرش چند تا کلمه بود، لفظ بود، باطنش حیات بود، روح بود، جان بخشی بود. آدمی هم ظاهرش خیلی کوچکه، یه بدنه، دو تا چشم داره، دو تا ابرو، دو تا دست، دو تا پا. این ظاهر، ظاهر حقیری است، ظاهر چندان مهمی نیست، اما باطن آدمی بسی بیش از ظاهر اوست، بسی بیش از آن است که ظاهر او نشان میدهد. انسان به خودش اهمیت بیشتری باید بده. خب پس ما هم عیساییم، هم موساییم، هم محمدیم، هم در وجود ما موساست، هم هارونه، هم قارونه، هم فرعونه، همه اینجور چیزا هست. یک چنین صحنه ای رو باید مجسم کرد. اون سخنی که عارفان می گفتن و مولوی هم بر او تأکید دارد که نفس رو باید سر برید و نماز خواندن و الله اکبر گفتن نماد و علامت بریدن سر است، ذبح کردن نفس است و نام خدا رو بر این ذبح بردن است، علل عموم و علل عمده منظورشون همون فرعونی بود که در وجود آدمی نهفته و نشسته است. اون رو می گفتن باید سر برید، و الا اگر نفس فقط موسی باشد، اگر فقط هارون باشد، فقط یونس باشد، سر بریدن نداره. اتفاقا اون سر بریدن ها باید انجام بشود تا اون موسی ها و اون هارون ها آزاد بشود و دست فراخ به فعالیت و تکاپو بگوشاید. این یک مفهوم خیلی کلی است. من سعی میکنم این رو قدری ریزتر کنم، خردتر کنم و قابل تطبیقتر بر شرایط هر یکی از خودمان بکنم. به یاد بیاورید توضیحی رو که در اینجا در باب گذشت می دادن. اون برای ما درس بزرگی است. در قرآن دو تا آیه داریم که هر دو درباره گذشت و بخشش و انفاق، اما با هم فاصله خیلی زیادی دارند. در یکی از آیات خداوند می گوید که یسالونک ماذا ینفقون قل العفو، از تو می پرسند که چه چیزی رو انفاق کنند، بگو زیادتی ها رو، مایحتاج خودتون رو بردارید، کفاف خودتون رو بردارید و استفاده کنید، اون که زیاد می آید اون اضافه رو انفاق کنید. قل العفو، عفو به معنای زیادتی است. این یک آیه. این چیزی است در خور متوسطان، در خور متوسطان. عالم رو هم چنان که بارها گفتم متوسطان پر کردن. از عموم آدمیان توقع زیاد نمیتوان داشت. توقعی است متوسط، عملی، ریالیستیک، واقع بینانه و از همه کس میتوان داشت. زندگی خود رو بکنید، از خودتون کم نگذارید، استفاده مشروع و مباح از نعمات زندگی ببرید، اون چه که اضافه است
اون رو دیگه نگه ندارید، اونجا رو رضایت بدید که در اختیار دیگران بگذارید. اما یک آیه دیگری داریم که بسیار فراتر از این می‌رود، درست مثل قصه تقوا می‌ماند. در تقوا که مادر همه فضائل اخلاقی است، چون که در قرآن آمده است، هم دو تا آیه داریم. یک آیه می‌گوید فتقوا الله ما استطعتم، به اندازه‌ای که در استطاعت شماست، در توان شماست تقوا ببرید. هیچ تحمیلی نمی‌کند، هیچ بار سنگینی به دوشی نمی‌نهد، از کسی توقع گزافی ندارد. به اندازه تواناییتون تقوا ببرید، هر چه که می‌توانید. این یک آیه، ولی به اینجا ختم نمی‌شود. البته که ختم نمی‌شود و نباید بشه. آیه دیگه میگوید فتقوا الله حق تقاته، اونقدر که سزاوار تقوای الهی است تقوا ببرزید. بالاترین سقف تقوا رو هم طلب میکنه، گرچه نه از همگان، اما این توصیه را هم میآورد، ذکر میکند برای اونها که اهل او و مخاطب ویژه او هستند. پس سقفی دارد و کفی، کف تقوا کمترین حد او، کمترین و نازلترین درجه او این است. فتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توان تقوا ببرید. سقف او، حد اعلای او عبارت است از فتقوا الله حق تقاته، تا اونقدر که خدا سزاوار است، تا اونجا که تقوای الهی اقتضا می کند تقوا ببرید. یعنی هر چه بالاتر هم بروید هنوز جا دارد، هنوز جا برای اونهایی که میتوانند. در قصه انفاق و گذشت دقیقا یک چنین سقف و کفی در قرآن مطرح شده است. کف او و درجه نازل او همون بود که گفتم. یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، میپرسند که چه انفاق کنند، بگو از زیادتی ها، این اولین و کمترین درجه. اما درجه بالاتر و بالاترین درجه کدام است؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، به بر، به نیکی، به علو، به کمال نمی رسید مگر اینکه از اونی که دوست دارید انفاق بکنید، همونی رو که می خواید، همونی رو که به او چسبیدید و تعلق خاطر دارید. نه اضافه ها، نه زیادتی ها، زیادتی ها که زیادی هست و رنجی ندارد، زحمتی نمی برد آدمی اگر اونها رو به دور افکند یا در اختیار دیگری بگذارد. اونجای آدمی باید جدی بورزد، جهدی بکند که نوبت انفاق از دوست داشتنی ها می رسد، نه از زیادتی ها، چیزی رو که به جان آدمی بسته است، اون رو فرو نهادن، از خود دور کردن، به دیگری بخشیدن، بلکه اون چیزی رو که به جان آدمی بسته است از دیگری نگرفتن. نگرفتن. اون شعر انوری رو به خاطر دارید، آلوده منت کسان کم شو تا یک شب در وثاق تو نان است. ای نفس به رسته قناعت شو، کنجا همه چیز نیک ارزان است. شک نیست که هر که چیزکی دارد وان را بدهد طریق احسان است. اما تو کسی بود که نستاند، احسان آن است و آن نه آسان است. پس گاهی هست که آدمی از چیزی که دارد و اون رو میخواهد و به او تعلق خاطر جدی دارد میگذرد، گاهی هم این گذشت او به صورت نپذیرفتن جلوه میکند. در هر دو صورت گذشت است، گذشت از داشته یا گذشت از آمدهی که آدمی نمیگیرد و به دیگری وامیگذارد. این سقف انفاق و سقف گذشت است، یعنی بالاترین آنهاست. این که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، و کار دقیقا از همینجا مشکل می شود. هم مشکل می شود هم آسان. مشکل می شود برای اینکه این کار به هر حال کار سختی است، کار هر کسی نیست، و آدمی از دوست داشتنی های خودش بگذرد بزرگترین قربانی را انجام داده. شما در قرآن ببینید باز استفاده نمادین، به ابراهیم گفتن که فرزند خودتو باید قربانی کن. این همون لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آدمی، پدری که بیشترین علاقه رو به فرزند خودش داره، که از این بالاتر نمیشه،
این رشته تعلق چنان وسیع و چنان محکم است و برای یک کسی مثل ابراهیم درست همین رو ازش طلب میکنه، درست همین رو طلب میکنه. و این داستان سیمبولیکی است. ابراهیم هیچ وقت قربانی نکرد فرزند خودش رو، و به تعبیر ابن عربی اصلا اون که در خواب به اون نموده بودند اصلا اسماعیل نبود یا اسحاق نبود. یه اختلاف سنتی همینجا بین اسلام و یهودیت وجود داره که اون فرزند قربانی شدنی اسماعیل بود یا اسحاق. بعض غرایب این است که مولانا گاهی میگوید اسماعیل بود و گاهی میگوید اسحاق بود. به هر حال صلح بین اسلام و یهودیت. اما اون داستان درسی دارد و درس او این است که از عزیزترین چیز خود باید گذشت تا به جایی رسید. عزیزترین چیز رو باید قربانی کرد تا آدمی بتواند به جایی رسید. این که خدا میگه که اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، خداوند ابراهیم رو به دوستی خودش برگرفت، شایسته مرتبه دوستی خداوند شد، بعد از آن بود که این امتحانا رو داده بود و پا بر سر عزیزترین ها نهاده بود و لذا به چنان مرتبه هم پا نهاد. خب این کار مشکل است، هیچ شکی در اون نیست، و هر یکی از ما کمترین مراتب او را آزموده باشیم به دشواری او واقف. اما از یک جهت آسان است. اون آسان بودنش از این جهت است که تکلیف آدمی رو معلوم میکنه. اگر به طور کلی به ما بگوین بروید گذشت کنید، انفاق کنید، بگذارید چیزهایی رو قربانی کنید در راه خدا، انسان ممکنه دلخوش باشه که چیزی رو به هر حال انجام داده، کاری رو انجام داده است. اما وقتی که انگشت گذاشتن روی اینکه اون عزیزترین رو، اون موقع هر کسی به فکر میفته، فرمول روشنی است، به فکر میفته که کدام چیز است که برای من عزیزترین است و این عزیزترین هیچ مصداق واحدی ندارد. برای من چیزی عزیزترین است که برای شما ممکنه نباشد و برای شما چیزی عزیزترین است که برای من ممکن است نباشد. لذا کاملا این دستور جنبه فردی پیدا یعنی پخش می شود روی افراد، خرد می شود و هر کسی مکلف و موظف می شود که در خود جستجو کند و عزیزترین خود رو پیدا کند تا بر روی او قدم بگذارد. من بارها گفتم مولوی کسی بود که از برخورداری های بسیار در این عالم برخوردار بود و شمس تبریزی که به او رسید درست انگشت روی همون برخورداری ها گذاشت. به او نگفت که باید انفاق کنی، شکم چند تا فقیر رو باید سیر بکنی، چنین کنی، چنان کنی، این چیزا رو نخواست از او. اینا آسان بود، اینا مهم نبود. درست انگشت نهاد روی برخورداری های ویژه مولوی، برخورداری هایی که او داشت و کثیری از مردم دیگه نداشتن، و به او گفت دقیقا همین ها رو باید قربانی بکنی. تو یک مفتی هستی، یک مرد محتشمی، محترمی، مدرسی، خطیبی، همه اینها رو باید حاضر بشی که کنار بگذاری. اگر بتوانی قربانی بکنی اونگاه شاید به جایی برسی. تازه با شاید، هرگز هم به او وعده تضمین شده قطعی نداد و نمیتوانست بده. اشعارش رو به یاد دارید، گفت که با بال و پری، خلاصش این بود، با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. خلاصه مطلب این بود، خلاصش این بود. گفت این همه بال و پر که داری، خب تو واقعا واهمه برات داشتی، تو خودت میتونی بپری، به من چه احتیاجی داری، چه چیز دیگری لازم داری؟ فقط وقتی پرکنده شدی، همه این بال و پر رو فرو ریختی، اون موقع است که هم احساس احتیاج میکنی، هم نشان میدهی که حقیقتا طالب پریدنی. اون وقت من به تو پر و بال خواهم داد، اون وقت با بال و پر دیگری خواهی پرید. به تعبیر اقبال لاهوری که پریدن نتوان با پر و بال دگران. یک بال و پری خواهم به تو داد، چنان خواهم کرد که بال و پری بر تو بروید که با اون بال و پر فضاهای تازه رو فتح کنی، به جاهای جدیدتر برد. کاری که شمس کرد تشخیص صحیحی بود. البته اگر این رو از دیگران میخواست قدرت و لیاقت انجامش رو هم نداشتن، او میتونست، ولی مهم این بود که
انگشت نهاد بر آن برخورداری های ویژه او، درست بر وفق مضمون همین آیه عمل کرد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آمد و به مولانا گفت که فهمیده بود، دریافته بود. داستان ها هم به ما میگویند که مولوی سالها بود که از وضعیتی که داشت دیگه راضی نبود، ملول بود، سیرش نمی کرد، اشباعش نمی کرد که هر روز مدرسه بره، هر روز درس بگه، هر روز شاگردا بیان پیشش درس بخونن، مسئله بپرسن، این طرف اون طرف. به ظاهر البته مرد پرمشغله و محترمی بود، اما در باطن احساس تهیدستی میکرد و اونچنان که قصه ها به ما میگوین همیشه به دنبال این بود که یکی از مستوران قباب و غیرت، یکی از اون اولیاء نهان الهی رو پیدا کنه و از او راه رو بپرسه. و شمس به فراست این نکته رو در چهره مولوی خوانده بود که این مرد تشنه است، باید آبی به کام او بیاد. منتها به او گفت که آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. گفت باید تشنه تر از این بشی، با این همه برخورداری ها که برای خودت فراهم کردی تو اصلا هوس آب نخواهی کرد، یا اسم آب هم ببری هوسی بیش نیست، تشنگی حقیقی نیست. او رو تشنه تر و تشنه تر کرد تا بعد آب رو به کام او بریزن. او انفاق از مما تحبون کرد و هر کسی اون برخورداری های خودش رو داره، دلبستگی های خود رو داره و از اون دلبستگی ها اگر حاضر شد جدا بشود به جای خواهد رسید، چیزی نصیب او خواهد شد. این فرموله. این یکی از دوستان ما از بعضی از رازهای این عالم از من میپرسید. بفرمایید. این یکی از رازهای این عالم است. فاش شده اما به گوش کثیری از مردم نرسید. این یکی از رازهای این عالم است. واقعا بنده اگر شمس تبریزی وعده تضمینی نداد، من شمس تبریزی نیستم اما به شما وعده تضمینی میدم. این یکی از اسرار عالم است و قطعا کسانی اگر میخواهند که به درجات بالایی از کمال و اعتلا برسند، هیچ راهی وجود ندارد براشون جز این که پا روی دلبستگی هاشون بذارن و به میزانی که این کار رو بکنند راه کمال برای اونها گشوده خواهد شد، درها به روی اونها باز خواهد شد بدون هیچ تردید. ما نشستنمون و اسیر بودنمون در قعر چاه در واقع به دست خودمون، منتها ما این چاه رو به تعبیر مولوی این زندان رو چنان دلپذیر کردیم که دلمون نمیخواد بریم از این زندان بیرون. به دیوارش انواع تابلوها رو کوبیدیم، زمینش رو فرش کردیم، سختش رو چلچراغ کردیم، همه چی اصلا یادمون رفته زندانه. دوست داریم اینجا بمونیم، دوست داریم این زندان رو اینقدر دلپذیر کردن که دست خود ما بوده، به دست خود ما انجام شده، دیگه برای ما اصلا فکر بیرون رفتنی باقی نگذاشتیم. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه میر و امیرید. منتها همه مشکل سر همون اولا فهمیدن و قبول کردن این که آدمی تو زندانه، ثانیاً تیشه به دست گرفتن و حفره کردن و زندان رو سوراخ کردن. ما تمام عمرمون مشغول مطبوع تر کردن فضای زندانی. خب این زندان وقتی که مطبوع شد دیگه چرا انسان این زندان رو ترک بکنه؟ کجا بره؟ کجا بره؟ بهترین جاست و خواهد نشست و ادامه خواهد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حتی تعبیر دیگری که در قرآن هست که ان الله یأمر بالعدل والإحسان، باز هم منطبق بر همین معناست. عدل، عدالت ورزیدن، کف است. فکر نکنید بالاترین مرتبه رفتار آدمی و نوع رابطه آدمی با دیگران یا با خداوند است. کمترین چیزی است که باید انجام دیگه زیر عدل و کمتر از عدل میشه ظلم، میشه بی‌عدالتی که نامشروع است. سقف احسان است. احسان خیلی بالاتر از عدالت است. عدالت ورزیدن یعنی حق خود رو گرفتن، حق دیگری رو هم دادن، ولی نه بیشتر از حق به دیگری دادن و نه از حق خود گذشتن. این معنای عدالت است. هیچ اشکالی نداره که شما مو رو از ماس بکشید، مته به خشخاش بگذارید و تمام حقوق خودتون رو طلب کنید، خلاف عدالت نیست، مقتضای عدالت. هیچ اشکالی نداره که شما به دیگری فقط و دقیق ترازو بگذارید، به اندازه حقش بدید، یه جو بیشتر ندید، اشکالی نداره، خلاف عدالت نیست. ولی این احسان نیست، این احسان نیست. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. خداوند هم امر به عدل میکند هم امر به احسان میکند.
یعنی از این مرتبه زیر این کف شروع میکنه که دیگه کمتر از او قابل قبول نیست، تا به مرتبه عالی و بالاترین مرتبه که سقف است، یعنی احسان است. احسان یعنی به دیگری بیش از حقش دادن، یعنی آدمی از حق خود بگذره هر دو جنبه کار، این احسان است. درست مثل همونی که انفاق بکنید از زیادتی ها، یا انفاق بکنید از اون چه که به او دلبستگی بیشتر دارید. زیادتی ها یا انفاق بکنید از اون چه که به او دلبستگی بیشتر دارید. درست مثل اون که تقوا کنید به اندازه تواناییتون، تقوا کنید به اندازه‌ای که تقوا اقتضا می‌کند. هر چه بیشتر اقتضا می‌کند بر وفق او عمل کنید. همیشه این سقف و کف رو مد نظر داشته باشید. اما اونجایی که به آدمی میگویند که از اونی که دلبستگی داری از او باید بگذری و راه کمال و دروازه اعتلاء این است، اونجا در واقع آدمی رو به خودش ارجاع میدن که این دیگه فرمول و مصداق واحدی ندارد. هر کسی به خودش باید مراجعه کنه و ببینه که اون در بند چیست، در بند چیست، در اسارت چیست، تا اون زندان ویژه خود رو بشکنه، زندان ویژه خود رو بشکنه، از اون زندان بیرون بره. و زندان ها متفاوتند و هر کسی آن خودش رو دارد. حالا به دنبال این داستانی رو برای شما از مولانا نقل میکنم درباره موسی و فرعون. داستان فوق العاده شنیدنی و مهمی است. البته مضمون ساده است، اما استفاده هایی که مولوی از داستان کرده مثل همیشه شنیدنی و آموختنی است. قصه این است، میگوید در یکی از گفتگوها که بین موسی و فرعون بود، موسی به فرعون گفت که تو یک قول به من بده، 4 قول در عوض من به تو میدم. یه قول به من بده و من در قبال او به تو 4 وعده میدم، 4 نعمت بزرگ خدا رو به تو وعده میدم. فرعون گفت که چیه اون یه قولی که باید به تو بدم؟ گفت یکی دست از خدایی کردن بکش، بیشتر از این از تو نکن، ولی من 4 وعده بزرگ به تو میدم. یکیش اینه که همیشه جوان بمونی، یکیش اینه که همیشه سلطان بمونی، ملکت تا ابد باشه، یکیش اینه که هیچ وقت مریض نشی. همه اینها رو به قول مولوی میگوید که خب وعده‌هایی در سنخ کودکان داد به فرعون، برای اینکه اونم کودکانه فکر میکرد و همچه که دوست داری. ولی نکته داستان این است، نکته داستان این است، موسی درست انگشتش رو گذاشت روی اون دلبستگی ویژه فرعونی. نگفت که بیا پول بده، نگفت بیا انفاق کن، نگفت بیا بنی اسرائیل رو آزاد کن، اینا رو هم ازش خواست، ولی این داستان چیز دیگری رو میگه. درست انگشت و اشاره رفته است به سوی اون ویژگی که در فرعون بود، اونی که خودش رو خدا خوانده بود و میان مردم پخش کرده بود و به این صفت و سمت خود رو شناسانده بود و قومی رو اسیر و عابد خود کرده بود. فرعون هم از سر نادانی، چنان که داستان میگوید، گفت که من مشورت کنم. با 2 کس مشورت کرد، یکی با همسرش آسیه یا ایسیه که او بلافاصله او رو تشویق کرد، گفت اصلا تو چرا گذاشتی بیای با من مشورت کنی؟ چرا فی المجلس قول نگرفتی؟ چرا فی المجلس رضایت ندادی و به موسی قول ندادی؟ دیگری با هامان وزیر بدکیشش بود که او گفتش که اصلا این جسارت رو چگونه موسی در روی تو کرد؟ در روی چنین خداوندی، در روی چنین سلطانی چطور موسی گستاخی کرد و به تو چنین پیشنهادی کرد؟ اساسا کسی که همه سلطانان عالم به درگاه سجده میبرن، از فردا بیای بگی منم یه بنده‌ای هستم مثل دیگر بندگان خداوند؟ اصلا الهی آتش به جان من افتاده بود و این سخن رو نشنیده بودم. از این زبان بازی ها و زبان ریزی ها کرد و فرعون رو فریب. داستان بسیار پرنکته است، نه فقط اصل قصه بلکه تداعی هایی که مولوی می کند و نکته های جنبی که در میان می آورد که همه اونها شنیدنی است و خوب است که از زبان مولانا این رو بشنوید. قصه در دفتر 4 است. اونهایی که می خواهند می توانند بعداً مراجعه کنند و همه ابیات مربوط به این داستان رو اونجا بخوانند. این زمن بپذیر یک چیز و بیار، پس زمن بستان عوض آن را 4. گفت ای موسی کدام است آن یکی؟ شرح کن با من از آن یک اندکی.
گفت آن یک که بگویی آشکار که خدایی نیست غیر کردگار. همین یک قول رو من از تو میخوام، چیز دیگری از تو نمیخوام. خالق افلاک و انجم بر اولا، مردم و دیو و پری و مرغ را، خالق دریا و دشت و کوه و تیه، ملکت او بی حد و او بی شبیه. فرعون گفت خب بسیار خوب، این پیشنهاد تو، حالا بعدهایی که به من میدی کدام است؟ گفت ای موسی کدام است اون چهار که عوض بدهی مرا؟ برگو بیار تا بود که از لطف اون وعده حسن، سست گردد چار میخ کفر من. بو که از تأثیر جوی انگبین، شهد گردد در تنم این زهر کین. یا بود که از لطف آن جوهای آب، تازگی یا بد تن شوره خراب. گفت موسی که اولین آن چهار، صحتی باشد تنت را پایدار. این علل‌هایی که در طب گفتند، دور باشد از تنت ای ارجمند. تا ثانیاً باشد تو را عمر دراز، که اجل دارد ز عمرت احتراز. مرگ جو باشی ولی نز عجز رنج، بلکه بینی در خراب خانه گنج. از اینجا مولوی وارد بیان یکی از عالی ترین نکته های اخلاقی سلوکی خودش می شود. متوجه دیگه داره به فرعون می گوید که یکی از وعده های چهارگانه من با تو این استش که عمر ابد پیدا کنی، به شرط اینکه اقرار به عبودیت خداوند کنی. نمیگم که بعد از او طالب مرگ نخواهی بود، اما این دفعه مرگ جویی تو معنی دیگری و محتوای دیگری پیدا خواهد. مرگ جویی تو بعد از این به خاطر این نیست که از زندگی سیر شدی یا از درد و رنج و مرض به جان آمدی و میگی خدایا جان من بگیر و مرا خلاص کن، این نیست، بلکه عکس اوست. از اونجا مرگ جو خواهی شد که خواهی دید که بر اثر مرگ به مراتب بالاتری خواهی رسید، خواهی دید که ویرانی این بدن همراه است با آبادی روح. همین که قصه گنج و ویرانی پیش میاد، مولوی به یاد یکی از مهمترین تعالیم خودش میافتد که حجاب گنج بینی خانه را، مانع صد خرمن این یک دانه را. ای به یک برگیز باقی مانده ای، همچو کرمی برگش از رز رانده ای. چون کرم این کرم را بیدار کرد، اژدهای جهل را این کرم خرد. خانه برکن که از عقیق این یمن، صد هزاران خانه شاید ساختن. گنج زیر خانه است و چاره نیست، از خرابی خانه مندیش و مایست. همیشه اینطور است دیگه، یعنی این تعلیم از تعلیمات بزرگ مولوی است. این که میگوین این جهان دارالغروبه، ما دوچار غفلتیم، هر جا دعواست معناش این است که گنج در جای دیگری است، همه این حرفا به اینجا میخوره و مولوی در اینجا ذکر میکنه و یا ما رو به یاد اونها میاندازن. اون چه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. همین است، ما چی رو گنج میپنداریم؟ این بدن رو، سلامتی این بدن رو، این حیات دنیا رو. یه اتفاقا همونطوری که همیشه افسانه ها گفتن که گنج در ویرانه هاست، گنج اینجاهایی که ما فکر میکنیم آباده نیست، با ویران کردن اینها تازه گنج سر کلش پیدا. خانه برکن که از عقیق این یمن، صد هزاران خانه شاید ساختن. میگوید که تو روی گنجی نشستی، منتها همین بدنت، همین خانهی که روی گنج ساختی، این مانع از این میشود که گنج رو ببینی. خبر نداری که توی این گنج احجار کریمه، سنگهای گرانبهاییست که با هر یکی صد هزار خونه میشه خرید و فروخت. تو به یه دونه همین خانه دل خوشی. و اون چه که مرگ به معنای عارفانه کلمه است، خراب کردن اون خانه است، اون حجابی است که مانع مایه ندیدن گنج است. که هزاران خانه از یک نقد گنج، تان امارت کرد بی تکلیف و رنج. عاقبت این خانه خود ویران شود، گنج از زیرش یقین اوریان شود. دو جور مرگ داریم، مرگ اختیاری داریم، مرگ اضطراری. بالاخره همه میمیرند،
مرگ استراریه، یه روز این خانه ویران خواهد شد، ما بخواهیم یا نخواهیم. منطقه اون چرا که این بزرگان توصیه می کردن مرگ اختیاری بود، یعنی پیش از مردن آدمی بمیرد، همان تعبیری و روایتی که از پیامبر علیه السلام رسیده است که موتو قبل ان تموتو، پیش از این که بمیرید بیایید و بمیرید. خانه برکن که از عقیق این یمن، صد هزاران خانه شاید ساختن. میبینید دیگه وقتی سخن موسی به فرعونه، مولوی کنار میاد و این نکته های عالی و شریف جانبی رو بیان میگه. موسی به فرعون گفت خب یه کاری میکنم، دعا میکنم، از خدا میخوام که دیگه نمیری، عمر ابد پیدا کنی. اوکی، ولی آخه عمر ابد که نمیتونه غایت مطلوب آدمی باشه. در اون عمر ابد طالب مرگ میشی، اما دیگه معنی زندگی برات عوض میشه، معنی مرگ برات عوض میشه، همه چیز رنگ دیگری و محتوای دیگری پیدا میکنه. اون موقع طالب مرگی، اما به معنای خراب کردن خانه‌ای که حاجب گنج شده است. عاقبت این خانه خود ویران شود، گنج از زیرش یقین اوریان شود، لیک آن تو نباشد زان که روح مزد ویران کردن استش آن فتوح. خیلی تعبیر جالبی میگه، اگر تو خرابش میکردی مزد تو اون گنجی بود که زیر این خونه بود، ولی تو خرابش نکردی، روحت خرابش کرد، او مزدشو برمیداره میره، مال تو چیزی نمیشه، مال تو چیزی نمیشه. دست خواهی بعد از آن تو کی دریغ، این چنین ماهی بودن در زیر میغ، من نکردم اون که گفتند از بهی، گنج رفت و خانه و دستم تهی. پار دوزی می کنی اندر دکان، زیر این دکان تو مدفون دکان، هست این دکان کرایی، زود باش تیشه بستان و تکش را می تراش. ای زن اصل پادشاه کامیار، با خدا زین پار دوزی ننگ دار. یه مغازه خیلی ضعیفی گرفتی، در اونجا پینه دوزی میکنی، پار دوزی میکنی، نمیدونی که تو توانگری، تو ثروتمندی، زیر مغازه تو هزاران گنج، کافی فقط یه تیشهی به کف این مغازه بزنی، یه تیشه فقط، بعد این در گنج ها به رود باز میشه. ولی تو عاشق همین پار دوزی هستی، حاضر فکر میکنی دست از این برداری دیگه توهی دستی، دست از این برداری دیگه هیچی نداری. همیشه این رو ما گفتیم، اون هم از زبان مولانا، که آدمی کان همه چیز هاست. خب این هم دومین نکته ای که موسی با فرعون گفت. بس کن ای موسی بگو وعده سوم، که دل من ز استرابش گشت گم. خب سومی چیه؟ گفت موسی اون سوم ملک دوتو، دو جهانی خالص از خصم و عدو. بیشتر دان ملک اکنون داشتی، کان بودن در جنگ و این در آشتی. آن که در جنگ چنان ملکی دهد، بنگرن در صلح خانت چون نهد. و سومی این است که سلطنت ادامه پیدا خواهد کرد، اونم سلطنت بی دغدغه، بی درد سر، بدون جنگ، بدون دشمن، راحت الالعبد سلطانی خواهد. گفت ای موسی چهارم چیست؟ زود بازگو صبرم شد و حرصم فزود. گفت چارم آن که مانی تو جوان، موی همچون قیر و رخ چون ارغوان. جوان میمونی، موات هم هیچ وقت سفید نمیشه، رخ چون ارغوان. رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است، لیک تو پستی سخن کردیم پست. سخن از مولاناست، از موسی که نیست، موسی که در روی فرعون اینجوری نمیگفت، داره میگوید که در دل موسی این میگذشت. این حرفا که پیش ما بهایی نداره، رنگ و بو در پیش ما بس کاسد، کاسد یعنی کساد، بیرونه. گفت اینا که کاسد، بهایی نداره، ولی آخه تو پستی، ما به همون اندازه رتبه تو داریم سخن میگیم و به تو بعد میگیم، لیک تو پستی سخن کردیم پست. افتخار از رنگ و بو و از مکان، هست شادی و فریب کودکان. چون که با کودک سر و کارم فتاد، پس زبان کودکان باید گشاد. پس زبان کودکان باید گشاد، که برو کتاب تا مرغت خرم. حرفایی که در گذشته مادرها یا پدرها به فرزندان میزنن، کتاب یعنی مکتب. وقتی بچه شون رو میخواستن برسن مکتب، اونم مکتبای قدیم و اون مدرس ها که داشته و با اون چوب های بلند و
اون شکنجه ها و آزارها، خب بچه ها نمی رفتن دیگه، بهشون وعده می دادن برو کتاب تا مرغت خرم، برات مرغ می خرم، یا مویز و جوز و فستق آورم، پسته برات می دهم، جوز می آرم، موز می آرم، از این چیزا که این همین ها بود وعده هایی که موسی به فرعون می داد، چون که با کودک سر و کارم تتاد، پس زبان کودکان باید گشاد. هیچ آژنگی نیفتد بر رخت، تازه ماند اون شباب فرخت. اینها چهار وعده موسی بود که به تعبیر مولوی به زبان کودکان با فرعون کودک صفت در میان نهاد و اون هم قولی بود که میخواست از او بگیره و چنان که گفتم نکته اصلی همین بود، انگوش گذاشت روی اون نقطه حساس فرعون و اون خدایی، اون فرعونیتی که در او بود، گفت تو این یکی رو عوض کن، من بقیه چیزها رو عوض میکنم. و همینجا بود که مهمترین امتحان فرعونی پیش آمد و هر کس همین امتحان رو داره، از هر کسی امتحان از اون چیزی میکنن، اون درسی میکنن که خونده، نه درسی که نخونده، خب معنی نداره، سوال از همون مادهی میدن که اون ماده رو آموزش دیده. در امتحان نفس هم دقیقا همون چیزی رو که آدمی داره و چسبیده و ول نمیکنه درست سراغ همون میام. درست من اگه بخوام داستان ها میتونم براتون در این زمینه بگم، در پروازهای روح، در سلوکهای باطنی که چگونه دقیقا حتی خود شخص نمیداند، خود شخص نمیداند، اونجاها تازه کشف میشود، سر و کله دلبستگی های واقعی آدمی پیدا میشود که همون رو طلب میکنند. و اگر کسی تونست از همون بگذره که دیگه سعادتمند است، و اگر نکرد پشت در این زندان باقی میماند تا اگر عنایت خدا از او دست بگیرد. همچنین موسی کرامت می شمرد که نگردد صاف اقبال تو دورد، گفت احسن تو نکو گفتی، ولیک تا کنم من مشورت با یار نیک، گفت باش بذار مشورت هامو بکنم بعد برمی گردم و پاسخ تو رو می دم. در جای دیگری مولانا در باب مشورت میگه که مشورت را زنده ای باید نکو، که تو را زنده کند بان زنده کو، ای مسافر با مسافر رای زن، زن که پایت لنگ دارد رای زن. که شما میخوای بریم مسافرت، نباید یک کسی که تو خونش نشسته با او مشاورت کنی، برای اینکه او میگه کجا میری که پیش خودمون بشین، این که مشورت نشود تو را از سفر باز میداره. ای مسافر با مسافر رای زن، آدمی که میخواد یه کاری بکنه، یه اقدامی بکنه، نمیره پیش یه آدم تنبل، آدم بی تصمیم، یک آدم بی عزم، یک آدم اسیر، یک آدم وابسته، بره با او مشورت بکنه. چه مشورتی او میتونه بده؟ چه مشورتی میتونه بده؟ جای دیگری مولوی میگه نفس ها وقتی بغل هم قرار میگیرن ظلمت افزون میشه، عقل ها وقتی بغل هم قرار میگیرن نور افزون میشه. آخه این نفس تو نبر پیش یه نفس دیگه بگذار، وقت هر دوتا زنجیری تر میشه. تعبیر خیلی خوبی، مثال خوبی داره در جای دیگه مولوی، میگه گر دو سه پرنده را بندی به هم، بر زمین مانند محبوس از علم. تو دو سه تا مرغ رو پراشون رو به هم ببندی، هیچ کدوم نمی پرن، هیچ کدوم نمی پرن، پراشون رو واکن تا اقلا دونه دونه بتونن بپرن. واقعا اینطوریست، گاهی مشورت حالت این داره که افراد پراشون رو به هم میبندن، همه از پرواز میمونن، همه از پرواز میمونن. ای مسافر با مسافر رای زن، خواهی مسافرت کنی برو از یه مسافر دیگه بپرس، با او مشورت کن، او بهتر میتونه راهنمایی کنه، نه با یه کسی که اصلا مخالف مسافرته، نمیتونی از او چیزی به دست بیاری و بهره ببری. گیر فرعون همین بود، گفت مشورت میکنم، اما نمیدونست که با کی باید مشورت کنه. باز گفت او این سخن با ایسیه، ایسیه یا آسیه نام همسر فرعون بوده است بنابر روایات تاریخی، گفت با ایسیه، گفت جان افشان بر این ای دل سیه. اصلا معطل نکرد، همین که شنید و گفت برو با سر برو به دنبال این پیشنهاد، جان افشان بر این ای دل سیه، بس عنایت هاست متن این مقال، زود دریاب ای شه نیکو خصال، وقت کشت آمد زهی پرسود کشت. این بگفت و گریه کرد و گرم گشت، بر جهید از جا و گفتا بخلک، آفتابی تاج گشتت ای کلک.
کلک البته نه معنا کلک تصغیر کله، کل یعنی کچل. گفت ای کچل یک آفتابی اومده مثل تاج بالای سرت میخواد بشینه، قدرش رو بدون. بخلک یعنی به به، آفرین بر تو. ای به کل را خود بپوشاند کلا، خاصه چون باشد کله خورشید و ما. هم در اون مجلس که بشنیدی تو این، چون نگفتی آری و صد آفرین؟ چرا همونجا فی مجلس قبول نکردی؟ این سخن در گوش خورشید در شدی، سرنگون بر بوی این زیر آمدی. اگه به خورشید میگفتن پامی شد از آسمون اومد زمین، قبول میکرد. هیچ میدانی چه وعده است و چه داد، میکند ابلیس را حق افتقاد. این هم از اون حرفای عارفانه کریمانه ماست، میگه خداوند حتی سراغ شیطان هم میره. اینجوری نیست که ما بگیم شیطان مطرود درگاه حق شده، خدا دیگه باش قهر کرده، لج کرده، اینطوری نیست. حتی سراغ شیطان هم شده خدا میره، برای اینکه به او هم یه فرصتی بده. در واقع حرفش با ابلیس بود که تو شیطان مجسمی و مجسمه شیطانی، ولی خدا از تو داره تفقد میکنه، دلجویی میکنه، سراغ تو داره میگیره، افتقاد کردن سراغ گرفتن، سراغ تو هم حتی داره میگیره. یادتونه در باب شیطان و دیو میگفتم به تعبیر مولوی که دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت آن دیوی بمود. دیو اگر عاشق بشم دیگه از دیوی رهایی، فرشته میشه، از دیوی رهایی پیدا میکند. ابلیس را حق افتقاد. حتی در حق یک ابلیسی هم خداوند کرم خودش رو فرو نمیگذارد. منتها جای دیگری مولوی داره دیگه، میگه وقتی که خداوند به ابلیس گفت که برو از درگاه من رانده شدی، ابلیس اشتباه کرد، گفت خدا یا عمر ابد به من بده، گفت عمر ابد به من بده تا شیطنت من ابدی بشه. کاش کی گفتی که توب ناربنا، کاش کی توبه میکرد، اون در توبه به روش باز بود. این هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عمر جو. عمر بیشنده که تا گه میخورم، بهلم افزون کن که واپستر دارم. میگه کلاغ اصلا کارش خوردن پلیدیه. اگه کلاغ به خدا بگه به من عمر ابد بده، میگه یعنی به من عمری بده که همیشه پلیدی بخورم. این چه حرفیه؟ بگو خدایا گویدی از زاغیم تو وارهان، خدایا منو از این کلاغی نجات بده، اصلا ذاتمو عوض کن که دیگه دنبال مردارخوری و پلیدی خوری نرم. ولی یکی وقتی خودش انتخاب کرد، گفت عمر ابد به ما بده. کاشتی گفتی که تو ناربنا، گفت انذرنی الی یوم الجزا، گفت خدایا روز قیامت به من مهلت بده. کاشتی گفتی که تو ناربنا، زندگی بی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. در اینجا هم مولوی به همین نکته اشاره داره و از زبان آسیه به فرعون میگوید هیچ میدانی چه وعده است و چه داد، میکند ابلیس را حق افتقاد. چون بدین لطف و کریمت باز خواند، ای عجب چون زهرعت بر جای ماند. زهرعت ندرید تازان زهرعت، بودین در هر دو عالم بهرعت. الله الله زود بفروش و بخر، قطره ای ده بحر پرگوهر ببر. الله الله هیچ تأخیری مکن، که ز بحر لطف آمد این سخن. لطف اندر لطف این گم می شود، کسفلی بر چرخ هفتم می رود. گفت با هامان بگویم ای ستیر، شاه را لازم بود رأی وزیر. گفت با هامان مگو این راز را، کور کمپیری چه داند باز را. گفت اجازه بده با او هم مشورت کنم. البته آسیه او رو منع کرد، ولی فرعون نشنید. وعده های اون کلیم الله را گفت و محرم ساخت اون گمراه را. گفت با هامان چو تنها اش بدید، جست هامان و گریبان را درید. بانگ ها زد گریه ها کرد اون لعین، کوفت دستار و کله را بر زمین. که چگونه گفتن در روی شاه، این چنین گستاخ اون حرف تباه. چطور رو شد چنین فضولی با تو بکنه، چنین جسارتی در حضور تو بکنه؟ جمله عالم را مسخر کرده تو، کار را با بخت چون زر کرده تو. از مشارق و از مغارب بیلجاج، سوی تو آرند سلطانان خراج.
همه به تو مالیات میدن، باج میدن، همه سلطان های عالم پادشاهان لب همی مالند شاد بر ستانه خاک تو ای کیقباد. تا کنون معبود و مسجود جهان بوده ای گردی کمینه بندگان، میخوای حالا بری جز نوکرها و بنده ها. خسروا اول مرا گردن بزن تا نبیند این مذلت چشم من. خب اصلا سر منو ببر، من نمیخوام این ذلت رو در تو ببینم که تو فردا بنده بشی. تا حالا خدا بودی و سلطان بودی، تو کت من نمیره. خود نبودست و مبادا این چنین که زمین گردون شود گردون زمین. مگه میشه همچی چیزی آسمون بشه زمین، زمین بشه آسمون؟ بندگان من خاجتاش ما شوند، بیدلان من دلخراش ما شوند. چشم روشن دشمنان و دوست کور گشت ما را پس گلستان قعر گور. این نصیحت یا ضد نصیحتی بود که در واقع هامان با فرعون کرد، در تنور فرعونیت او دمید، پندار فرعونیت او رو فربهتر کرد. و حقیقتا بدترین دوستان همین ها هستن. دوست از دشمن همی نشناخت او، نرد را کورانه کش می باخت او. هر کرا مردم سجودی می کنند، زهر اندر جان او می آکنند. عجب حرفیست این حرف، عجب حرفیست این حرف. اینا دیگه نتیجه گیری های نهایی این داستان است. برای هر کی، من همیشه به این حکام مملکت خودم گفتم که این همه مداحی که نسبت به شما میکنن، من اصلا دلم میسوزه برای شما. شما کی میتونید به خودتون برسید؟ هر کرا مردم سجودی میکنند، زهرها در جان او میآکنند. در جای دیگری مولوی اشاره داره، میگوید که فرعون که از اول اصلا فرعون نبود، مگه دیوانه بود که یه روزی پشت بیاد بگه بنده خدام؟ یعنی چی؟ برای چی؟ این فکر چجوری به کلش زد؟ علتش همین ها بود، علتش همین ها بود. از وفور مده ها فرعون شد، کن ذلیل نفس خفف لا تسود. از بس مدهش رو گفتن این راستراسی باورش شد، راستراسی باورش شد، خیال کرد واقعا کسی سلطان خداست. همینطور حقیقتا این تعبیر خیلی تعبیر لطیف و بلندیست. هر کرا مردم سجودی می کنند، زهرها در جان او می آکنند. همینطور سم به خوردش می دن، اصلا می کشنش، می کشنش، انسانیتش رو می ستانند، پندار فرعونیت رو در او فربه می کنند. وقتی انسان می شید فرعون تام و تمام، این فرعون تام و تمام آخه چه باید بکنه جز اینکه سر این فرعون رو ببره؟ دیگه کار دیگه نمی شه کرد دیگه، جز ذبح این فرعون دیگه چرا می باقی؟ هر کرا مردم، در جای دیگری مولوی اشاره داره، میگوید که از جفاهایی که مردم با تو میکنن خیلی نرنج. آدم گاهی میرنجه، بخاطر ما همه آدمیم دیگه. میگه آخه تو اینا حکمتهای نهانی هم هست. خلق را با تو بد و بدخو کند، تا تو را یک بار دل انسو کند. این جفای خلق با تو در نهان، در حقیقت گنج جان آمد بدان. این که مردم با تو جفا میکنن، ظاهرش اینه، خب جفا میکنن، اوقات تلخ میشه، ملول میشه، اما باطنی داره، سری، حکمتی در اون نهفته است. اون حکمت اینه که تو رو از این مردم مایوس میکنه، دل میبری از اینها، وقت دلتو به خدا میافکنی. خیلی مهمه، به شرط که آدم این حکمت رو ببینه توش. البته آدمی که فقط محبوس همین بگو مگوهای دنیوی است، البته یه کسی بدش رو بگه دلش میخواد بمیره، کسی هم خوشش رو بگه رو آسمان پرواز میکنه. همینطور هر روز به قول مولوی، ساعتی موزون اینی، ساعتی میزان آن، بعد از آن میزان خود شو تا شبیه موزون خیش. یه روز به ساز این میرخصی، یه روز به ساز اون میرخصی، از این به بعد به ساز خودت برخصی. این بیت توی همون غزلی است که خوندم: عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. ساعتی میزان اینی، ساعتی موزون آن، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. این که یه روز به بدگویی این میرنگی، یه روز به خوشگویی او خوشحال میشوی، همینطور میونه این دو قطب در گردشی، به هیچ جا هم نمیرسی و در جا میزنی.
ورای این نوساناتی که توی این عالم هست دید عارفانه همینه دیگه. همیشه به ما میگن از این ظواهر شما بگذرید، پشت سر اینا یه چیز پربهاتری نهفته است. پشت سر اینا همیشه این توصیه مولوی همیشه این بود که اون جایزان که چون که میداند که در شاهوار در خرابی ها نهد اون شهریان. در شاهوار تو خرابی ها دقیقا مردم که میرن سراغ آبادی ها معنیش این که از خرابی ها فرد، ولی همیشه گنج اتفاقا اون بره. هر جا دعواست گنج بیرون دعواست، این یادتون باشه. این یکی از اون رازهاییست که مولوی به ما گفت، هر جا دعواست گنج بیرون اون دعواست. منطقه آدم سرگرم دعوا میشه دیگه، سرگرم دعوا میشه، کمتر کسیست که گریبانش رو نجات بده، کمتر کسی. یکی از اون دعواها، یکی از اون شیرینی های این عالم حقیقتا که کمتر افراد میتونن خودشون رو از او خلاص کنن، این مدح هاست، این خوش آمدگویی هاست، این سجود هاست به تعبیر مولوی. هر کرا مردم سجودی میکنند، زهرها در جان او میآکنند، میکشنش، بیچارش میکنند. در کلمات عارفان هست، از اصطلاحات صوفیه هست، میگن المدح ذبحون، مدح ذبحه، یعنی کسی که مدح کردی گویی ذبحش کردی، سرشو بریدی، مرد، کشتیش، رفت از دار دنیا. واقعا اینطوریه. منتها یک سم مثل آرسنیک که خورده خورده حالت تجمعی داره، یه اون دوز اول دوز دوم اینا نمیکشه، میره و توی کبد و توی اینجا و اونجا جمع میشه، بعد یه مرتبه دیگه لاعلاج میشه. مرض فرعون همین بود، گرفتارش هم بود، همین بادمجون دور قابچینا، همین هامان صفتها دورش بودن، همینا بودن، مشاورانش بودن، طرفدارانش بودن، مداهانش بودن، بیچارهش کردن، کشتنش بودن به نفع خودشون، قربانیش کردن برای خودشون، زهر هر روز جانش میکردن، سجودش میکردن، مدهش میکردن. ای خنک اون را که زلت نفسهو، وای آن کس سرکشی چون شد چون که او. این تکبر زهر قاتل دان، که هست از می پرزهر شد اون گیج مست. چون می پرزهر نوشد مدبری، از طرب یک دم بجنباند سری. بعد یک دم زهر بر جانش فتد، زهر در جانش کند داد و ستد. یه شرابی رو در نظر بگی زهر توشه، شخصی که این شراب پرزهر رو میخوره اولش یه مستی اولیهی داره، یه تلو تلوی میخوره، یک سری میجنبانه به علامت مستی. این طرب یک طرب موقت ناتمامه، بعد از او زهر مشغول کار کردنش میشه. این مدها دقیقا شیرینی هاییست که درونش زهر. اولش دهان و کام شیرینی اندکی و موقتی داره، بعد نوبت زهر میشه که همه اون شیرینی ها رو بستانه. گر نزهرستون تکبر، پس چرا کشت شهرا بی گناه و بی خطا. خضر کشتی را برای اون شکست، تا تواند کشتی از فجار رست. چون شکسته می رهد اشکسته شو، امن در فقر است و در فقر رو. نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. این تمثیل رو هم ببینید، ببینید چقدر درخشانه. این تکبر، این ما و منی کردن در حکم نردبانه. هر چی بیشتر ما و منی بکنی از این نردبان بالاتر رفتی، ولی از این نردبان یه روزی میفتی. هر چی بالاتر بری استخوانت خردتر میشه. نردبان خلق این ما و منی است، عاقبت زین نردبان افتادنی است یا افتادنی است. هر که بالاتر رود احمق‌تر است، استخوان او بتر خواهد شد، لهتر میشه، خردتر میشه، بدبختر میشه، از همه بدتر، اصلا دیگه راه پایین آمدن نداره، این بدترینشه. مولوی اصلا تمام این بحث رو در باب توبه میکنند که انشالله یه وقتی براتون سخنش رو خواهم گفت. در واقع اون چه که موسی از فرعون خواست توبه بود، توبه یه وقت از گناهان، یه وقت از خوده. دو تا توبه داریم ما، یه وقت به یکی میگن عمل تو عوض کن، یه وقت به یکی میگن خود تو عوض کن. دو تا توبه داریم، این دومی مشکل ترینشه. وقت میگن آقا که دروغ خانم، آقا که دروغ میگی، غیبت میکنی، نکن، غیبت نکن، دروغ نگو، به دیگران میشه زبان نزن، چنین چنان، خب بسیار خوب، این یه جور توبه است. ولی یه وقتی میگه آقا این وجود اصلا سرتاپا متعفن شده، اصلا فرعون شده، تو اینو باید اصلا عوضش کنی،
این دیگه این نیست که بگیم این عمل رو اون عمل رو، این موجودیت، این شخصیت، این اصلا تماما باید به جاش شخصیت دیگه بنشه. این همون معنای بریدن سر نفس است به تعبیری که قبلا سه اینو باید بکشی، باید قربانی کنی، اصلا امیدی دیگه بهش نمونده، این مریض لاعلاج است. این توبه دومی بود که موسی از فرعون میخواست، گفت اینقدر از این نردبون بالا رفتی دیگه راه برگشت باقی نگذاشتی، یه راه مونده، اونم پرت شدن. اون پرت شدن همان و خرد شدن استخوان هم، چیزی دیگه ای نمون. اینی که توبه گفتند توبه رو باید در مراحل اولی کرد برای اینکه بعدا راه برگشت بسته میشه، چنان این موجود و این شخصیت از خودش خوشش میاد که دیگه خودش رو نمیتونه رها بکنه، دیگه نمیتونه رها بکنه ولو پیامبری مثل موسی بیاد سراغش. حالا ماها که تو عمرمون معلوم نیست به موسی یا موسی صفتی برخورد بکنیم. بذار این داستان دو تا تیپ ایدئال رو داره برای ما بیان میکنه، فرعونی از اون ور و موسی از اون ور. حتی اگر موسی به سراغ یک چنین انسان خود فریفته ای بیاد که از خودش خوشش میاد، از فرعونیتش، بازم حریفش نمیشه، حریفش نمیشه، یک راه براش دیگه بیشتر نمیمونه، اونم هلاکت است. تمام نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست، هر که بالاتر رود احمق‌تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. ای خنک آن را که زلت نفسه، وای آن کس سرکشی شد چون کهو، هر که را مردم سجودی می کنند، زهرها در جان او می آکنند. این پیام داستان و این هم معنای بریدن سر نفس و این هم معنای توبه از عمل، بلکه توبه از خودی. برای همه تون آرزو می کنم یک نفس سالم نیالوده به زهر، دوستان و آشنایانی که شأنشون مدعی نیست بلکه نقادی است، اونها را عزیزتر بدانید. از صحبت دوستی برنجم، که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک، تا عیب مرا به من نماید. به دهان و دست اون دشمنا باید بوسه زد، اونا از دوستان مداح بسی دوسترند، بسی خدمتگزارترند. این هم در سطح فردی صادقه، هم در سطح جمعی، هم در سطح جمعی. شما اگر اخلاق فردی و جمعی رو میخواید مورد وارسه قرار بدید، از اینجا میتونید آغاز بکنید. و پیش از اینکه این نفس سراپاش رو بیماری بگیره، سراپاش رو زهر بگیره، باید براش یک علاجی کرد. علاجش هم توبه است که انشالله در بارش سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله. در مورد سوال اولتون، اصلا توی این داستان جنبه جندر به اصطلاح یعنی جنسیت هیچ مطرح نیست. یعنی اینجا شما اون قصه نفس و عقل رو که در داستانهای دیگر مولوی آمده و من هم قبلا اشاره کردم که زن نماد نفس است و مرد نماد عقل، اون در اینجا قابل تطبیق نیست. خود مولوی هم چنین استفاده نکرده و در اینجا در واقع همسر فرعون شأن همسریش مهم نیست، از اون جهت که همراه و جز به اطرافیان فرعون بوده مطرحه. او که مثلا به منزله یه وزیر بوده، یک مشاور بوده و همچنین هامان که وزیر دیگر است و مشاور دیگر فرعون، به همین سبب مسئله این نیست که مولوی تناقضی گفته یا اینکه رأیش رو عوض کرده یا نماد رو برگردونده. نه، اصلا اینجا از تا اونجا که به زن و مرد مربوطه جنبه نمادین نداره، همون قصه فرعون و موسی است با توضیحی که عرض کردم. اما مطلب بعدی که گفتید اون خیلی مهمتره. ببینید، نه اصلا اون برداشت به نظر من برداشت صاحبی نیست. ملاحظه کنید مولوی اصولا تمام دیالوگ ها رو در داستان ها خودش می سازه، خودش می سازه. دیالوگ ها اساسا از آن اوست و در این کارم انصافا استاده. داستان ها رو به طور بسیار مجمل و مختصر، اونم همراه با حتی پاره تحریف ها، از منابع تاریخی می گیره.
بسیار از این داستان‌های موسی و فرعون و غیره رو نوعاً مولوی از تفسیر ابوالفتوح رازی گرفته یا نشانش رو اونجا میشه پیدا کرد. با این تفسیر ابوالفتوح، تفسیر شیعیه به زبان فارسی هم از قرن چهارم نوشته شده، اما خیلی از داستان‌هایی که شما تو مثنوی می‌بینید، خصوصاً در باب موسی و فرعون، می‌بینید که ریشه‌اش در اون تفسیر. اما این ریشه که من میگم، این ریشه یعنی جوانش، شکل خیلی اولیه مختصر و تمام این شاخ و برگا رو خود مولوی داده و نتیجه گیری ها رو و خصوصا گفتگوها و دیالوگ ها رو که اصلا کار اصلی او در داستان هست. مثلا در دفتر دوم، اونجایی که باز بحثی هست بین موسی و فرعون، این نکته های بسیار عالی که اونجا گفته می شود اصلا اینا حرف فرعون نیست. مولوی اونجا از زبان فرعون میگه، فرعون برگشت به موسی گفت که تو پیغمبری کردن بلد نیستی، برای اینکه دل بردن و دل ربایی کردن بلد نیستی، تو اومدی با معجزه، با عصا اژدها کردن، میخوای مردم از خودت بترسونی و از این طریق بیان و مرید تو بشن. تو بدان غره مشو که ساختی، در دل خلقان هراس انداختی. مغرور نشو به این که مردم از معجزه کردن تو میترسن. مر مرا بخریده اند اهل جهان، از همه عاقل تری تو ای فلان، ولی منو ببین، مردم عاشق منن، من یه کاری کردم، مردم خریدار منن، عاشق منن. راه رهبری اینه، راه پیغمبری اینه. اینا رو داشت یاد موسی میداد. اینا که حرفای فرعون نیست که، در واقع حرفای مولاناست. اونم دیگه اصلا وقتی اینو داره میگه، فارغ است از قصه فرعون و موسی، داره به طور کلی و جدای از کانتکست یه نکته های خیلی عالی رو اینجا بیان میکنه که آی کسانی که میخواید توی عالم رهبری بکنید، با ترس و اجبار نمیتونید، دلربایی لازم داره، دلربایی لازم داره. گفت دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. غمخاری هم شرطه، فقط کشتن و زور گفتن و اولدرم و بلدرم و قلدری و اینا نیست. این حرف رو که داره مولوی به از زبان فرعون به موسی میزد، واقع حرف خودشه، حرف حافظه. صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنن. هر کسی که حافظ میزنه دیگه، می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنن. با یه نیم نظر، نیم نگاه، نیم دلربایی میشه افراد رو مشتری کرد. متا بعضی اصلا مرامشون زور گفتنه، ترس در دل خلقان انداختن. بر همین قیاس این داستان، ببینید در واقع هر طرف مولویه. مثلا اینجوری نیست که موسی تو دلش چیزی که شو قایم کرده بود، دیگه‌شو میگفت و دیگه‌شو نمیگفت و درویی میکرد و تقیه میکرد. اصلا اینطورا نیست. در واقع میون تو بر تو و پرده بر پرده و لایه بر لایه است. همونطوری که داره با ما حرف میزنه، کأنه مخاطب عوض میکنه. یه طرفه خطابش به فرعون، موسی داره با فرعون، بعد روشو دیگر میکنه به من و شما میگه، میگه اینی که دارم به این میگم و دارم وعده جوانی میدم و اینا، شما یادتون نره به این دارم میگم، ولی حقیقتش اینا که وعده ای نیست، اهمیتی نداره. اگه کسی از من موسی وعده ای میخواد، چیزای بهتر بخواد، چیزای بهتر میتونم در اختیارش بگذارم. یک چنین معنا و مضمونی داره، اصلا اون برداشت رو نباید اینجا منطبق کرد. فقط هم داره، یعنی چون که با کودک سر و کارم فتاد، پس زبان کودکان باید گشاد. دقیقا همچین. یه بار اینجا این بحث شد که این وعده ها اتفاقا به کام اکثریت مردم شیرینه، یعنی دروغ نیست. بیشتر مردم تو این دنیا ازشون بپرسی این همه پول در میاری برای چی کار میخوای بکنی، بخاطر همین چیزا رو میگن، دنبال همین چیزا میگردن. یعنی فکر نکنید که اینا چیز کمی است، اما برای کسانی که طالب بالاتر از اینام هستن، بالاترش هم هست، در قرآن هم هست دیگه، که هم اینا هست هم فراتر از اینا، که در واقع به تعبیر عرفای ما و همچون که در قرآن هست، رضای الهی است که بالاترین مرتبه است. ولی مرتبه های مادون هم وجود داره. چون ببینید بهشت همونیست که تو قرآن هست، که ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چه که دلشون بخواد اونجا هست. تا اون دل چی باشه، تا اون دل چه باشه. به تعبیر مولوی میگه که از یک کسی پرسیدن، که از یک فقیهی گفتن یک کسی سر نماز گریه میکرد، نمازش درسته یا نه؟ گفت که گریه آب دیده است، تا ببینی که اون چه کسی را دیده است. بسته به اونه، اون گریه برای خیلی تا میشه گریه کرد، تا ببینی برای کی داره گریه میکنه.
اون چیزی که در بهشت هست خواسته های دله، تا ببینی اون دل چه باشه. بعضی دلشون به قول مولوی دل ریزه است، این چنین دل ریزه ها را دل مگو، همین دل های خرد که با همین چیزا پر میشه. بعضی هم دل هاشون به فراخی هفت آسمانه، دل که گر 700 تو این هفت آسمان اندر او افتد شود یاوه و نهان، دلی که اگر تمام این هفت آسمان رو در او بندازن گم میشه از فراخی. لذا دل ها فرق میکنه. بهشت هم هر کسی بهشت خودش رو داره، این یادتون باشه، یه بهشتی نیست که همه توش برن، هر کسی تو بهشت خودش میره، یعنی با اونی که خوشه، اونی که نفسش یا دلش میپسندد. ملا صدرا که معتقد است هر کسی بهشت خودش رو خلق میکنه اصلا، یعنی خواسته های او، ادراکات او، اعمال او، نفسانیات او، مکتسبات او، ملکات او، اینها در واقع بهشت او رو میآفرینند و او در میان همونها مینشیند و خوش است. یک کسی که جز به یاد حق نفس نمی کشیده تو این عالم، بهشتش هم همون همنشینی با خداست. ولی برای اکثریت مردم اینطوری نیست، اینطوری نیست. چند نفر از مردم شب خوابشون میزنن بلند میشن با خدا گفتگو میکنن؟ آخه آدم وقتی که دوست داشته باشه شب هم نمیخوابه واسه خاطر او. واقعا اینطوریه. در روایات داریم کذ بر من زعم انه یحبنی و هو ینام اللیل عنی، از حدیث های قدسی سند کلمات خداوند است که در قرآن نیست ولی بر پیامبر نازل شده. دروغ میگوید آن کسی که میگوید مرا دوست دارد اما شبها میخوابد و با من سخن نمیگوید. کذب من زعم انه یحبنی و هو ینام اللیل عنی. بالاخره اینطوری دیگه. به تعبیر سعدی گفت شب دراز نخسبم که دشمنان گویند به سرزنش عجبا للمحب کیف ینام. این شعر عربی است، میگه عجبا للمحب، یعنی تعجب میکنم از شخص عاشق اصلا چجوری میخوابه، اصلا چجوری میخوابه. ببینید چند نفر مردم تو این دنیا اینجوری هست که شما اگه بهشون بگید که ما به شما وعده همنشینی با خدا میدیم، آخه این کی لذت همنشینی با خدا رو برده تا شما اینو که بگید تحریکش بکنه و انگیزه بشه براش؟ خیلی مهمه این مطلب. گفت زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که زیب زنخدان شاهدی نگزید. این حرف حافظ خیلی حرف مهمی است. میگه اون لذتی که آدم تو این دنیا برده تو بهشت دنبال اون لذت میگره، چون اصلا اون لذت رو میشناسه، لذت های دیگه نمیشناسه. زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید. حالا کسی که لذت هم نشینی با خدا رو نبرده، همین مولوی، همین حافظ، چند نفر از این مردم لذت هم نشینی با مولوی رو میبرن، یعنی واقعا پیشش پیشینن، حرفاشو بشنون، کتابشو بخونن، اصلا رو آسمون پرواز کنن. چند نفر اینجوریان که اگر شما وعده دادی شما کار خوب بکنی تو بهشت میشونه کنار مولانا، شما ذوق کنی. کمتر کسی واقعا از یعنی حقیقت رو شما باید ببینید، میبریم توی فلت حافظ، آسمان حافظ. چند نفر اینجوریان، یعنی واقع بینی این رو میگوید. اون سخن حافظ هم همین، اصلا این پیشش در قرآن، من کان فی هذه اعمى فهو فی الاخره اعمى و اضل سبیلا. این سوره طه است، از قرر آیات قرآنی است. هر کس تو این دنیا کوره اون دنیا هم کوره. خیلی این حرف مهمی است، این رو شما از خدا بشنوید، سخن وحی است، سخن فوق العاده مهمی است. کسی که تو این دنیا چیزی رو ندید اونجا هم نمیبینه، کسی که اینجا خدا رو نبینه اونجا از خدا براش معنا نداره، هم تو کور میمونه، کور میمونه. من کان فی هذه اعمى فهو فی الاخره اعمى و اضل سبیلا. قال یا رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى. بنابراین من میخوام بگم که بعدهایی که داده شده در خور کثیری از متوسطان عالم است، اما برای اونایی که دل فراخی دارند، نفس متعالی دارند، لذت‌های برای این لذت‌ها رو چشیدن و میشناسند و طالبند، البته اونا در اختیارش هیچ دریغ نیست. کلا نوم دعا اولای و ها اولای من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا. همه رو ما کمک میکنیم، هم اینا رو هم اونا رو، و عطای خداوند از هیچ کسی دریغ داشته نمیشود، برای اینکه کریمانه هم هست. منتها تا شخص طالب چه عطایی باشه و آشنایی با کدام لذت باشه. توجه میکنید مولوی خیلی حرفای بلند و مهم میداره تو همین عالم. یه بار اینجا براتون عرض کردم این رو، میگه چون حقیقت پیش او فرج و گلوز، کم بیان کن پیش او اسرار دوست. میگه بعضی اصلا شما اسرار این عالم براشون میگه آقای حرفا چه بیسه ده، پول برا ما بگو، بازار بگو، مارکت بگو، نمیدونم شعر بگو، فلان اینا رو برا ما بگو.
اسرار حق چیه فلان ملول میشه دو تا کلام براش بگید. این آدم رو شما نمیتونید بگیرید بشونید سرش رو گرم کنید با اسرار عالم یا با تئوریای علمی. باید بگیم پول کجاست، نمیدونم لقمه چرب کجاست. واقعا اینطوریه، یعنی خیلی اینجوری هم دیگه رو درواسی که نداره. البته همیشه توصیه انبیاء این بود که از این صد بیم بالاتر اینجا نمونی، همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است. همیشه اینجوری بود، اندرزشون این بود، توصیهشون این بود که اینجا نیستید، اینجا توقف نکنید، بالاتر بیاد، ارتفاع بگیرید. منتها خب حالا به گوش اونا اگر رفت و بالاتر آمدن، سهم اونا هم مطابق دلشون و شخصیتشون داده خواهد. والا من پاسخی ندارم خدمتتون بگم، شاید یه ذره مثلا خصوصی تر با هم صحبت بکنیم در این باب. ببینید، ولی یک چیز کلی که میتونم بگم این است که در اینجاها بیشترین تأثیر رو معمولا کسی داره که، یعنی اون مشاوری داره که خودش از قوت کلام و قوت تشخیص قویی برخورداره، به طوری که میتونه شخص رو تکان بده. به نظر من هیچ مشکلی وجود نداره در این که کسی، ببینید اینجوری براتون بگم، ما هیچ دلیلی نداریم، برای همه دارم میگم، که این نحوه زندگی که الان میکنیم بهترین نحوه زندگی و باید به همین بچسبیم. و ما به هیچ کم قول ندادیم، قاعدتا نباید هم قول داده باشیم که همین اینو میچسبیم و ولم نمیکنیم. هیچ هم چیزی نیست. ما این نحوه زندگی که داریم، همه ما که داریم، همینطوری پیش اومده دیگه، پیش اومده از وقتی که متولد شدیم و خانواده‌ای که بزرگ شدیم و راهی که در پیش گرفتیم و حالا بر حسب امکاناتی که داشتیم، به هر حال این طرفان پیدا مون شده، بخاطر یه مقدارم تفاوت داشتیم با دیگران، با هموطنانمون. و منتها اکثریتش یا همش اصلا چندان اختیاری به معنای این که با نهایت سنجش همراه باشه نبوده، کم و بیش با یه ترید آف مختصری ما این اقتدار رو انتخاب کردیم و به این راه اومدیم. لذا این فرض اولیه است، اینو همه ما باید داشته باشیم در ذهنمون که هیچ وقت نباید بگیم این کفه که سنگینه ببینیم اون کفه دیگه چقدر وزن داره. مثلا این کفه هم بی‌وزنه، چون اصلا ما حسابی روش نکردیم و همینطوری رویده خود رو زندگی همه ما، اکثریت همینطوری است واقعا زندگی. لذا اصل این که انسان یه مرتبه فکری که زندگی دیگه بیفته هیچ چیز نامعقولی نیست در اصل و اساس. هر وقت از عمرش باشه تو یه هر مرتبه و مرحله باشه، فی نفسه هیچ چیز نامعقولی با خودش نداره. نامعقول اتفاقا اینه که آدم اونو رو که داره اصل بگیره، بگه این اصله، دیگران بیان ثابت کنن کار دیگه باید کرد. چرا ثابت کنن؟ مگه شما ثابت کرد این کارو باید کرد، اینجوری باید زندگی کرد که حالا داریم؟ ثابتی نبوده، هم تو خودجوش و خودرو و بی‌حساب و همطوری پدید آمده به شکل کنونی. این مطلب اولینو میگم که فقط اون هیبت سوال اصلا کاسته بشه، یعنی انسان فکر نکنه با یه مسئله خیلی معضلی روبرو، اصلا اینطور نیست، اصلا اینقدر معضل نیست. معضل از اونجا شده که آدم یه چیزی رو بی دلیل اصل گرفته و بنابراین حس میکنه کلنجار رفتن با او کار داره و مثلا حاجت به دلیل‌های قوی‌تری داره. اینطوری نیست، خود اینم از بن بی اساسه یا خیلی اساس ویران و خیلی سستی داره. این مطلب اول که وقتی این آدم در نظر داشت، او وقت سبک سنگین کردن پیشنهادها و راه‌های زندگی براش خیلی آسان‌تر میشه، خیلی آسان‌تر میشه. بعد وقتی که اون بعدیش برمیگرده به این که اون نوع دومی رو که میخواد اختیار بکنه، اون دلایلی رو که داره، جرأتی رو که داره، نمیدونم همه اینا چقدر باشه، توجه میکنید. و جلال آل احمد یه جایی جز نامه های جلال آل احمد که چاپ کردن، نامه های خیلی خوبی از اون چاپ شد، یکی از نامه هایی که ازش چاپ کرده بودن، یه کسی از اون پرسیده بود که ما پا به عالم سیاست بگذاریم نگذاریم، مشکلات چنین است و اینا. جلال در جوابش نامه بلندی شد 20 صفحه نوشته بود و نوشته بود که من این نامه رو به خودم نگه میدارم، یک کپیش هم نگه میدارم. و برای همین بود که مونده بود و توی آثار باقی مانده بعد از مرگ او چاپ شد. در اون نامه نوشته است که ما هم تو جوونیمون این کارهای سیاسی میکردیم، الان که دیگه به اصطلاح آردمون رو بیختیم و علکمون رو آویختیم و دیگه این چیزا رو کنار گذاشتیم و
ولی تو جوانیمون میکردیم، وقتی هم که این کارو میکردیم از کسی نمیپرسیدیم، مثلا نپرسیده بودیم، همطوری پامونو گذاشته بودیم و رفته بودیم. و به او هم گفته بود که پرسش تو از من علامت تردیدته، اگه تردید نداشتی همون جوری ها تو هم خودتو میذاشتی و میرفتی، و این تردید یه چیزیست که برای اقدام مضره. توجه کردید حرف اصلی و این بود، یعنی اگر شوق، اگر عشق اونقدر قوی بشه اصلا شخص اقدام میکنه دیگه، میره جلو. معلوست برای این که حالا این اقدام خیلی هم بیحساب نباشه و ناسنجیده نباشه، همونطور گفتم پله پله این دلایل رو بعد روی هم چیده اومد بالا. اولین پیشفرض این است که انسان اون چرا که داره مسلم نگیره. این خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه. من به بچه ها به دانشجوها گاهی اینو میگم، میگم که اصلا پیشفرض در دانش این است که یکی از پیشفرضهای ذهنی شما اولا بر شما آشکار بشه، سنن تکون بخوره، از اینجا بفهمید چی تازه فهمیدین تو عمرتون، بلاهی بیان سر کلاس یه چیزای تازه بریزین تو انبان ذهنتون. این علم نمیشه، اسمش سواد میشه اما علم نمیشه. علم آن است که شما اولا بدونی که پیش‌فرضای تو کلتونه، که خودتون رو ازش غافلید ولی اینا رو مسلم گرفتید، اصل و اساس همه داوری هاتون هم قرار میدید. اولا به اینا آگاه بشید، ثانیا چی مسلم نگیریدشون، یعنی تکونشون بدید و یا اجازه بدید که تکون بخوره. کسی که به اون چی که داره سرچست دیده اصلا هیچ مجالی برای هیچی نداره. لذا اون لقی رو اول باید ایجاد کرد، من امیدوارم ایجاد کرده باشم، و بعدن توی اون زمینه شیکی خیلی کارا میشه کرد. بعد آره آن دارم. بعد خیلی ممنون، شعر مال حافظ نیست ولی متشکر، مضمون خوبی داره. بعد خب آخرین سوال بفرمایید. من یه سوالم در ارتباط با این که من با خود فرعون نیست، من شما با فرعون رفیقی مشکل سعی ترابه نشید، ولی آدم در مذمت این با این گرگاه چیزی نمیدونه، در واقع بار اصلی رو اونها دارن کار کردن، ولی اونها همیشه در همه دوره ها خوب زندگی کردن و در حاشیه هم بودن و در این تردیه کاملا مسئول موندن از مجنبه. نه مسئول نموندن. حالا من واقعا در سخنانم هم عرض کردم راجع به مده و مدهی و اینا، وقتی که مولوی سخن میگه دیگه خود فرعونو که نمیگه، اما مدهای اطرافش رو میگه. وقتی هم که ماها رو منع میکنه، نهی میکنه از مدهی، در واقع یک صفت مذمومی رو در غیر فرعونها و همون اطرافیان فرعون داره نشان میده و اونها رو برحذر میداره. و البته خود فرعونها رو هم یا فرعون نشده هایی که ممکن است فرعون بشن اونها رو هم برحذر میداره که این مدها و این سناگوها و مزاجگوها و اینا رو از دوربر خودشون دور بکنن. یک فکر میکنم جورج جورداغ یک مسیحی لبنانی است که کتاب بسیار خوبی درباره امیرالمومنین نوشته است به نام امام علی صوت العدالت الانسانیه، علی بانگ عدالت انسانی، کتاب خیلی خوبیه. در اون کتاب یک داستانی رو نقل میکنه، یاد که یک کسی آمده بود پیش امیرالمومنین خیلی مدحش رو میگن، خیلی ثناخوانی میگن. بعد ایشان بهش گفت که من از اونی که بر زبان توی کمترم اما از اونی که تو دل توی بیشترم. معمولا مدها منافقم هستن، یعنی به زبان چیزی رو میگن که تو دل ندارن، تو دلشون اون شخص هیچ بهایی نداره، چون اصلا اگر بها داشت مدحش نمیگن. کسی که آدم فکر میکنه با مدهی میتونه بخردش، از همون اول معلومه قیمت کمی روش گذاشته. اینی که ایشون گفتش که از اونی که بر زبانته بالاترم، کمترم، خیلی منو به عرش داری میبری، اما از اونی که تو دلته پایین ترم. و باز بر نهج البلاغه اتفاقا امیرالمومنین از کسانی بود که خیلی به این نکته توجه داشت، احتمالا خودش شخصا زیاد معرض این بود و لذا برحذر میداشت. در همین اوصاف متقین که من شرحش رو در کتاب اوصاف پارسایان دادم، در اونجا ایشون در اوصاف پارسایان میگوید که اذا
وقتی که یکی از اونها مورد مد قرار میگیرد، تعریفشو میکنن، تحسینشو میکنن، این چنین میگوید، میگوید که اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا بابت این حرفایی که اینا میزنن منو مؤاخذه نکن، من رضایت ندارم، واغفر لی ما لا یعلمون، چیزای بدی از منو که اینا هم نمیدونن بر من ببخش، واجعلنی خیرم مما یظنون، از اینی هم که اینا فکر میکنن مرتبه منو بالاتر ببرن. خیلی عکس العمل عاقلانه لطیف شریفی است. از طرفی چه عیبی داره اینی که این میگه نه من برتر از اینا هم باشم، همه این خوبی ها رو داشته باشم، بالاترش هم داشته باشم، از خدا میخوام. اما از اون طرف من که به عیب خودم واقفم، نقصان های خودم رو میدونم، خدایا اونی رو که بر اینها خفی است، اون بدی ها و عیبای از من رو که نمیدانن، اونها رو بر من ببخش، بابت این حرفم که میزنن من مؤاخذه نکن، من رضایت ندارم. یه همچین چیزی است. و گفت طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق مدهش کنند و او خجل از پای زشت خیش، شخصم به نزد عالمیان نیک منظر است، و از قبه باطنم سر خجلت فکنده پیش، طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق مدهش کنند و او خجل از پای زشت خیش. این دو بیت مال سعدی است در گلستان. این واقعیت امر است دیگه، یعنی توجهی است که همیشه داده اند و باز در روایات داریم، احسد تراب فی وجوه المداحین، در چهره کسانی که مداحی میکنن خاک بپاشید. خیلی این مطلب قوی است، خیلی مهم. توصیه‌ای که مولوی در مثنوی داره، مولوی داره در مثنوی، خیلی زیاده نسبت به این مطلب، یعنی واقف به این عیب اجتماعی بوده، چون این فقط از یه عیب فردی نیست، از عیب فردی فراتر میره، عیب اجتماعی میشه. عیبش اولا یه عده انسان فرومایه پیدا میشن که اینا فقط تعریف بکنند و ثناخوانی بکنند و از این چیزا و خودشون به هیچ جا نرسن، و بعد این فرومایگی اینا باعث میشه که یه عده هم یه واهمه هایی درشون پیدا بشه و یه خیالاتی بگیرتشون و خدا رو بنده نباشن و بعد کم کم زور بگن و بعد هر زشتی رو مرتکب بشن به اعتبار اینکه از اونها زشت نیست فی المثل. خیلی بده دیگه. و امر به معروف و نهی از منکر یکی از معانی اصلیش همینه، که از معیارهای اخلاق اجتماعی اینه. تو اجتماعی که مرداهی رواج داره شما مطمئن باشید که اخلاق اجتماعی فاسده. من در نوشته‌های خودم هم آوردم، اون شعر خیلی خوبی هست مال خیامه که میگه تو فخر همی کنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام است آن را. واقعا اینطوریه. این نمیشه که ما بگیم که تو جامعه ما توی ایران مثلا ما در مشروب فروشی‌ها رو بستیم. خب در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. آخه تزویر و ریا یک عیب اخلاقی خیلی بالاتر از شراب خوری است. هیچ تردیدی درش نیست. ما طرفدار شراب خوری نیستیم. ولی منظور من این استش که چیزها رو باید، این ارزش‌ها و معیارها رو باید نگه داشت. عیوب اخلاقی انواع و اقسام داره. شما از حافظ اگر بپرسید، واقعا حافظ فتواش اینه صریحا هم توی حافظ که میگوید من راضیم که جامعه پر از میکده باشه، پر از شراب خوری باشه، اما از مداحی و ریا خالی باشه. من این جامعه رو سالمتر میدانم اخلاقا تا جامعه ای که توی او شرابخواری ممنوع باشه، در میخانه ها بسته باشن، اما مداحی و ریا و تظاهر و نفاق و درویی رواج باشه، سکه رایج باشه. حقیقتا هم درست میگه، حقیقتا هم درست میگه. ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش. آفرین به این دیانتی که اینا دارن. ریا حلال شمارند و جام باده حرام، میگن که شراب خوری حرام اما ریا حلاله، بکنید رواج. پاداش میدن به ریاکاری، پاداش میدن به تظاهر. آدم های ریاکار بر صدر می نشینن، قدر می بینن. مداها، منافقا، دو زبانه ها، ده زبانه ها، همین دیگه. این یک معیار خیلی جدی است در شناختن اخلاق اجتماعی. و این پر میشه توی روزنامه ها، پر میشه کتاب ها، پر میشه منبر ها، پر میشه سخنرانی ها، پر همه اینا دیگه میاد. شما جامعه استالینی رو ببینید، واقعا من این سرودایی که برای استالین میخوندم، این تو کتاب ها بود، ما که نشنفته بودیم، همین آدم وقتی میخون تنش میلرزه.
واقعا خدایی میکرد استالین. باز به قول مولای ما دنبال فرعون کجای تاریخ میگردیم؟ همین بغل گوش ما بود. آقای ابتهاج قبلنا که تودهی بود شعری که سروده بود میگفت که دیرگاهیست که در خانه همسایه ما خوانده خروس. منظورش تو شوروی اونجا صبح طالع شده، به شتابید تا رستگار شدید، برید به طرف اونا. چی و خوانده خروس؟ خروسی که اونجا خونده بود همین استالین بود، یه فرعون ثانی. سرودایی که برای آدم میخوندن سرودایی بود مثل نماز که برای خدا ورد خونه استالین که بهار را میآوری ای فلان کی کجا. همین جوریا استالین و استالین کردن، فرعون و فرعون کردن، از وفور مدها فرعون شد. بعدم پول میدادن که این کار رو بکنن. بعد دفتر رفته یه عده اصلا حرفه‌ای شدن تو این کارا دیگه، حرفه‌ای شدن، یاد گرفتن، به دیگران یاد دادن، نون و آب توش بود، همه چی توش بود و رواج پیدا کرد. قبحش ریخت اصلا به صورت یک عمل مذموم اجتماعی دیگه، قبحش ریخت دیگه، همچین مذمتی نداشت. همین الان تو جامعه ما واقعا در ایران شما ببینید این مشکلات وجود داره. اینا پیچیدگی های فرهنگی جامعه ماست دیگه، که کسانی که مثلا فرض کنید که نمازشون رو نمی‌خونن فلان، به مراتب بدتر شمرده میشن از کسانی که ریا میکنن، نمیدونم تظاهر میکنن، دروغ میگن، در حالی که اینا به مراتب از اونا بدترن، به مراتب بدترن. معنیش این نیستش که آدم خدا نکرده اون یکی رو تخفیف کنه و کنار بگذاره، به هر حال فرمان خدا فرمان خداست. منتها توی همون شرع و شریعت هم بین اینا تفاوت نهاده شده، بین اینا تفاوت نهاده شده و اهمیت به این داده شده، درجاتی دارن اینا از اهمیت. توجه میکنید حداقل این است که در کلمات حافظ که خیلی مبارزش با ریا و دروغ و تظاهر و مدحی اینا شدیده، در سخنان مولوی هم این دیده میشود. به هر حال به جای اینکه ما فرعون ها رو علت مفاسد اجتماعی بدونیم، باید معلول مفاسد اجتماعی بدونیم. یه عده‌ای تو جامعه فرعون سازن، فرعون آفرینن، فرعون تراشن، با این کاراشون زمینه فراهم میکنن فرعون ها برویند. اگه این زمینه ها نباشه نمی رویند دیگه. اینجوریست، یعنی فساد از اینجاها برمیخیزه. خدا هممون رو حفظ بکنه. متشکریم از همه دوستان. انشاءالله تا یک ماه و نیم دیگه که دوباره خداوند میسر کنه ما خدمت دوستان گرامی برسیم. من به سهم خودم واقعا بعد از همه خانم ها و آقایون و برادران و خواهران تشکر کنم. محفل بسیار نیکویی و دوستانه ای رو فراهم دیدم، زحمت کشیدند و آمدند، بنده هم توفیق داشتم اینجا که گفتگو کنم. و به یکی از خانم ها اینجا گفتم یه تقسیم کاری باید انجام بشه، ما این چیزا رو خدمت شما میگیم، شما برای بچه‌هاتون بگید، برای دیگران بگید. بالاخره چون بعضی از دوستان میان اینجا میگن یه جلسه دیگه بذاریم، یه جلسه دیگه بذاریم. خب البته خیلی خوبه بذاریم، منم دوست می‌داشتم که بتونم، ولی خب متأسفانه مشغله‌ها زیاده. ولی اون رو هم اگر شما به عهده بگیرید امیدواریم که اگر برکتی هست مضاعف بشه. بسیار ممنون.